توی این جلسه میخوام یه خورده بیشتر در مورد لینک های داخلی برای شما صحبت کنم. لینک های خارجی که چیز خاصی ندارن، URL مورد نظر شماست رو مورد دیگر کپی میکنید و توی هدشرف پیست میکنید و وقتی کاربر روش کلیک میکنید میگه. مثلا مثل اینجا که ما میتونیم یه external link بگیم ایجاد کنیم، اینجا مثلا internal و یه لینک داخلی که میتونیم بذاریم که مثلا به این صورت، اینجا البته فایل های من به جلسه 4 هستن، من از اینجا شروع کردم، external link هستش که طرف میتونه روی external link کلیک کنه و یه URL داره، URLش رو بنویسیم و یه internal link میتونیم داشته باشیم که با این طرف با کار کلیک کردن روشون به اون صفحه هدایت بشه، صفحه دیگه میره. بیاییم با هم دیگه تا به اینجای کار index.html رو ببینیم. پس بریم تو پوشه 04 internal link index.html رو بیاییم. میگه external link internal link. چرا این بنفش شده؟ چون ما اینو قبلا ویزیت کردیم. شاید تا الان براتون پیش اومده یه نتیجه یه چیزی تو گوگل سرچ می‌کنید، بعضی از نتیجه ها به تو گوگل بنفش شدن. این لینک های یه سری لینک هایی که از قبل مشاهده کردی به صورت پیش فرض دیفالت هایش دیگه هست، اونو برات بنفش می‌کنه. ولی لینکی که تا الان ندیدی باز نکردی برات آبی رنگ می‌کنه. پس این از این قضیه. حالا یه سوال. خب من قبل از اینکه برم توی اکسترنال لینک ها و اینترنال لینک ها، یه نکته رو بهتون بگم یا یک گوش داشته باشین خیلی مهمه. ببینید من یه لحظه بیام اینجا، خب اینجا یه تگ پی باز میکنم بگم سلام، خب اینجا هم یه تگ پی ایجاد میکنم بگم دوباره بازم سلام، دو تا تگ پی با سلام. اینا فهمیدین که چطور دیگه یه موزیرش ایجاد کردن؟ کنترل شیفت بود یه میزد دیگه یه موزیرش ایجاد میکرد. بیام اینجا من رفرش رو یه بار دیگه بزنم، این سلامی که اینجا نوشت یه سلام نوشت، بعد اومد خط بعدی نوشت سلام. ولی اینجا که من اومده نوشتم external link، بعد اینجا نوشتم internal link، خب دیگه نیومد خط بعدی، حتی شد کنار همه. قضیه چیه؟ علت چیه؟ این علتش رو تو ذهنتون داشته باشید که من میخوام علتش رو توی یک نه دو جلسه بعدی بهتون بگم. یه نکته خیلی مهمی هستن، بعضی از تگ ها هستن، خب مثلا تگ پی، خب تگ پی مثلا یه جوریه که وقتی تموم میشه خود به خود چیزی که بعدش میاد میفته خط بعدی، این تگ ای اینجوری نیست. علت این رو تو ذهنتون داشته باشید که چرا مثلا اینا باز میشه بیان خط بعدی ولی اینا رو دیگه کنار هم نمیشه، اینکه علتش چی هستش رو ما تو جلسه دو جلسه بعد من میخوام اینو بهتون بگم. تو جلسه بعدی میخوام یه خورده در مورد یه چند تا اتریبیوت جدید بهتون یاد بدم و تو دو جلسه بعدی میخوام در مورد قضیه صحبت کنم. خب پس بخاطر اینکه دو تا تگ ای رو من از هم جدا کنم چیکار کنم؟ هزار تا اینترم بزنم هیچ فایده نداره، ذخیره کنم رفرش رو بگیرم رفرش رو بگیرم هزار تا اینترم بزنم چی فایده نداره، با چیکار کنیم؟ از تگ بی آر استفاده کنیم. رفرش میدیم، الان تگ بی آر استفاده کردم افتادن از هم فاصله گرفتن، اوکی اون اومد خط بعدی. خب از ما الان اینجا یه اکسترنال لینک داریم که میره رو گوگل دات کام، یه اینترنال لینک داریم که میره روی ایندکس 2 دات اچ تی ام ال اینجا داریم و داخل ایندکس 2 هم که نوشتیم دیس از انادر پیج، روش کلیک کنیم دیس از انادر پیج بیاد اینجا. خب حالا یه سوال، یادتونه من بهتون گفتم که وقتی ما داریم مثلا اینجا داخل هدشرفش اسم یه فایل می‌نویسیم، یعنی یه لینک داخلی می‌ذاریم، میاد تو همین پوشه رو نگاه می‌کنه. همین پوشه چیه؟ ببین این الان index.html ما هستش، کجا هست؟ داخل پوشه 04 internal link. میخواین تا فایل منیجر هم بیارم استفاده فایل منیجر رو میکنم، اینجاست یه پوشه هست index.html و در همسطح خودش، یعنی در کنار همسطح یه فایل هست به اسم index2.html، درسته؟ حالا من داخل این 04 internal link یه فولدر جدید ایجاد میکنم، یه فولدر جدید به اسم مثلا فولدر، اسمش هم میدارم فولدر هستن، خب یه فولدر دیم اسم فولدر. حالا داخل این فولدر یک فایل جدید ایجاد میکنم، یه فایل مثلا به اسم index3.html. بس من تو
ساختار ما چطوری شد، ساختار ما اینطور شد، اینجوریه از این رو که ایندکس دات سی میخونی جلوتره. یعنی ایندکس دات سی هم سطح با ایندکس دات HTML نیست، هم سطح با ایندکس دات HTML نیست. من دارم از هم سطح یه احتمال هایی بده چیمه تو یه سطح هم یه پوشن، ولی این سطحش باش فرق کنه. بس من اگر هم یه کنترل شیفت دی زیرش بزنم و بگم ایندکس سی دات HTML و بگم another internal link ایندکس سه رو بیارم داخل ایندکس سه، داخل ایندکس سه اینا رو کنم، کپی کنم، پیست کنم، اینجا بگم ایندکس سه تایتلش this is another page تو پرانتز ایندکس سه، این هم تو پرانتز ایندکس اوکیه. پس ایندکس سه داریم، ایندکس دو داریم، ایندکس سه داخل یه فولدره ولی ایندکس دو هم سطح باقیه. خب من اینجا این ذخیره بزنم رو another internal link کلیک کنم تو همینجا رفرش بزنم، من مثلا another internal link رو من یک کنترل شیفت دی بزنم زیر این بیار که یه دونه زیرش ایجاد بشه. حالا یه شورتکات جدید اتم به شما یاد بدم، من اگه کنترل رو بگیرم و جهت بالا پایین رو بزنم اون لاین رو جابجا می‌کنم، می‌کنید اون لاین رو جابجا می‌کنم، یعنی چیزایی که هر چی که تو اون لاین هستش جابجا می‌کنم. پس من وقتی اینجا یه کنترل پایین می‌زنم خود به خود جا بیش بگیم، یعنی من کنترل رو بگیرم الان روی این بالا پایین، الان بالا پایین بدون کنترل بزنم حرکت میکنه، ولی کنترل رو بگیرم بالا پایین بزنم این لاین رو بالا پایین میکنه، بعد بگیم این جهتش رو میگیم تکنی چی بگیرم خواهی مثلا از درمود اتم یاد بگیرم. خب حالا من یه بی آر بین تگ ای گذاشتم بگیرم بیاد خط بعدی رو پشت بزنیم another internal link کلیک روش میکنم میاد میگه پیدا نکردم. چرا پیدا نکرد؟ خب طبیعیه دیگه، داره تو این سطح دنبالش میگرده، تو این پوشه داره دنبالش میگرده. خب پس من اگر بخوام بگم بره توی اون پوشه چی کنم بودیم؟ خیلی ساده اسم فولدر رو میارم بگم فولدر بکسلش ایندکس سه داتش میکنم ذخیره میکنم. پس یعنی چی؟ یه حالت URL بهش میده، آدرس بهش میده، میگم فولدر سلش یعنی اسم فولدر ایندکس سه داتش میکنم به این صورت میدهش ذخیره میکنم. بعد بندش میدن اینجا رو پشت میدنم یا دست انابر اینترنال لینک میدن دیگه این سری دیگه اومد داخلش. حالا پس این از الان از یه چیزی که سطح بالاست به یه چیز سطح پایین تر من لینک زدم. مثلا من اینجا بیام اینجا یه لینک بذاریم اچرفشم خودش چیز مثلا نیا کنم کنترول زد بزنم اتم به صورت پیش فرض اچرف یه هشتگ میذاره و منتظر تو این هشتگ یه چیزی تایپ کنی، هشتگ خالی میذاره. حالا بعدن کاربرد هشتگ تو اچرف هم برای شما توضیح خواهم داد. خب مثلا اینجا مثلا لینک بذاریم ببین back to index dot html back to index dot html اچرفش هم بکنم چی؟ این باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ باعث میشه من رفرش بدم وقتی اینترنال لینک رو میزنم بذار اسم های من رو بیرایش کنم که گمت نشم اینترنال لینک پرانتز ایندکس دو another internal link to parental index save که خب این که external link این هم میگه another internal link index دو another internal index سه. حالا من که روی ایندکس دو کلیک میکنم خب یه لینک اینجا اومده چه میگه back to index.html یه لینک هست که میتونم از ایندکس دو هدایت بشم به ایندکس سه، یعنی کنم یک چیز ایندکس خالی رو بخشم ایندکس خالی هدایت شده به ایندکس خالی هم. پس تو ایندکس دو یه لینک گذاشتم هدایت میکنم. حالا میخوام یه لینک تو اینجا بذارم تو پیج سه بذارم که ما رو هدایت بکنه به از داخل ایندکس سه ما رو هدایت بکنه به توی ایندکس دو. وقتی خواستم لینک رو بزنم چی کار کردم؟ همینجوری ساده نوشتم ایندکس دات html. چرا؟ چون ایندکس و ایندکس دو توی یک سطح هستن، توی یه لیبل هم توی یه لیبل هم همینجوری اسمش رو نوشتم. حالا اینجا چی هست؟ اینجا اگه بخوام یه لینک بزنم بگم مثلا back to index page من جمعه مثلا back to index dot html نوشتم اینجا بگم back to index dot اینجا اگه بخوام اچرف رو بزنم خب باید بهش بگم یه پوشه بیا عقب، یعنی بک بکنه و بعد ایندکس دات اچ تی ام ال رو باز کنه.
اینجا چیکار کردم؟ گفتم برو تو پوشه فولدر و ایندکس سه.html رو باز کن. حالا اینجا باید بهش بگم یه پوشه بیا عقب. پوشه بیا عقب رو من چطوری بهش بگم؟ پوشه بیا عقب رو من دات دات میذارم. دات دات هستش که یعنی یه پوشه بیا عقب. پس نگاه کنید دات دات بکسلش یعنی یه پوشه بیا عقب به ایندکس دات html رو باز کن. کلیت توی زبان تو حالت URL نویسی دات خالی، دات خالی به معنی پوشه فعلی هستش. خب پوشه فعلی، دو دات به معنی پوشه قبلی هستش. پس یعنی من اینا رو میتونستم به این صورت هم بنویسم، دات اینجوری، یعنی پوشه فعلی ایندکس دات اشتیمه. ولی خب نمیدونم دیگه چه کاری، چون با حالت پیشرفت پوشه فعلی نگاه میکنه. پس دات دات ایندکس دات اشتیمه. فقط چیزی که میخواستم یاد بگیرید اینکه چطوری پوشه بزنید به مثلا مسیر بزنید به پوشه‌های بزرگتر. دات دات ایندکس دات اشتیمه ذخیره میزنم، رفرش میکنم. خب من اینترنال لینک یک رو بیارم، اومدم وارد ایندکس دو، بک میزنم اوکیه، میام اینجا بک میزنم اوکیه. پس به این صورت هست. من نکته خاصی که داشت اینه که از پوشه زیری بخواییم بیاییم پوشه قبل از دات دات استفاده کنیم. حالا این نکته دیگه، این نکته دیگر بهتون بگم و جلسه رو تموم کنم. ببینید من اینجا که نوشتم فولدر ایندکس 3.html برو اونجا، اوکی کاملا اوکی هم هستش. حالا فرض کنید اسم این به جای چیز من یه فولدر جدید اینجا ایجاد کنم، نیو فولدر، اسمش بذارم نیو فاصله فولدر. یعنی چی؟ یعنی اسپیس گذاشتم بینش، نیو اسپیس فولدر. داخلش یه فایل جدید ایجاد میکنم به اسم ایندکس 4.html. خب یه سری کد توش کپی میکنم، کنترل آر کنترل سی کنترل وی. خب اینجا ایندکس 4 ما هستش، ایندکس 4 ما هستش. به خاطر اینکه برگرده داخل پوشه چیز نیاز هست دات دات بکنه دیگه. اگه دو تا پوشه هم بود مثلا داخل این نیو فولدر یه پوشه دیگه هم بود به این صورت دات 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 دات، یعنی دو بار برگرده پوشه قبلی، اینم اوکیه دیگه، چیز خاصی نیست. پس اینجا اوکیه، یه ایندکس 4 هم ایجاد شده. حالا میخوام از اینجا من این دو تا لاین رو کلا هایلایت بکنم، کنترل شیفت دی میزنم که یه دونه دیگه زیرش ایجاد بشه و اینجا یه ایندکس 4 داشتیم، ایندکس 4، ایندکس 4. حالا اینجا من میخوام بگم بره تو نیو فولدر، فولدر اسپیس بزنم و بره تو نیو فولدر، یعنی اینا همه اسپیسش رو به همین صورت گذاشتم، نیو فاصله فولدر ذخیره میزنم و رفرش میزنم. خب الان ایندکس اوکیه، ایندکس 2 هم کنست هم کم اوکی. حالا با ایندکس 4 کلیک کنم، ایندکس 4 هم اوکی، هیچ مشکلی نداره. اما فقط میخوام این نکته لابله ها متوجه بشید، این نکته لابله ها متوجه بشید. ما توی چیز مرورگر، خب توی این زبان مرورگر هر چیزی میمیسیم چیزی به اسم اسپیس بیمعنیه تو آدرس URL. مثلا آدرس اینجا رو ببینید، شما هیچ URL نمیبینید که اسپیس داشته باشه، هیچ وقت هیچ URL که شما نخواهید دید که اسپیس بینشون باشه. حالا من این URL که اینجا نوشتم، این URL که اینجا نوشتم یعنی یه URL میشه دیگه نهایتاً، بعداً با همون یه وبسایت بزنم یه URL میشه نهایتاً، اسپیس بینش گذاشتم. چرا؟ چون پوشه‌ای که دارم اسپیس بینشه. پس من چرا وقتی اینجا میزنم اوکی کار میکنم؟ بیایم من رو ایندکس 4 کلیک میکنم، بیایم ببینیم چی میشه. نیا کنید کسی درصد 20 میبینید اینجا، درصد 20، درصد 20، نیو درصد 20 فولدر. این نکته که میخوام بهش توجه کنید حواستون باشه اینه که بعداً تمام این اسپیس ها به درصد 20 تبدیل میشن. چرا؟ این چه کاریه؟ چرا از اونجایی که ما چیزی به اسم اسپیس تو URL نداریم، تو URL حق گذاشتن اسپیس نداریم، یه سری کاراکترها هستن که تو URL قرار میگن و به معنی اسپیس هستن، درصد 20، درصد 20. پس این درصد 20 چیزی هست که مثلا دیدیم و تعجب نکنیم بعد این اسپیس هستش. حالا در مورد این قضیه بیشتر صحبت میزنم، بهش میگن URL encoding. ما جلسات آینده اصلا یه جلسه کامل در مورد URL encoding داریم، خیلی نکات رو در مورد URL encoding به شما میگم. من خواستم این نکته تو ذهنتون باشه، این لابلوکا
که این که من اینی که اینجا نوشتم back to index با HTML، اینجا من وقتی مرورگر رو میبرم روش، خب اون پایین سمت چپ مرورگر یه چیزی من میده، اسپیس ها اینجا بینشون هستن اوکی، ولی بعدا اینا تبدیل به درصد 20 میشن توی URL. فقط خواستم این تو ذهنتون باشه. اوکی، این ویدیو این جلسه هم تموم میکنم. امیدوارم این نکات رو برمیده لینک داخلی یاد گرفته باشید. تو جلسه بعدی چند تا اتریبیوت جدید بهتون معرفی میکنم، تو ذهنتون بسپارید داشته باشید. بعد نیست.